ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. و به راستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری هست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. مسئله آمد از اینکه یک نفر میخیزد مثل که در کشور ما رواج است با تعصب به یک گپ بسیار بی‌معنا و کوچک میخیزد که تو طلاق هستی. سه دفعه کلمه را استعمال میکنند. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمه هر کسی که سه طلاق را میدهد برای خانمش ما هم سرش جاری میکنیم. خدا خواهد انت یک برنامه را بر تو رایی کرده. توی برنامه خدا را قبول نکردی، تجاوز کردی از مرز الله، ما هم به خاطر ازی که تو خوب پخته بخوری ما هم سر جاریش میکنیم. امزیناهو حضرت عمر میگه تو که طلاق سلاسق دادی ما هم حکم طلاق ثلاثه را به خاطر تربیت تو و تأدیب تو سرجاری میکنیم. یعنی معنا چی؟ یعنی معنایی که کسی بر خانمش گفت که تو طلاق هستی، سه دانه برش گفت تو با طلاق ثلاثه طلاق هستی، یعنی که گفت ختم. ولو که ببین در جای طلاق رجعی طلاق ثلاثه را استعمال کرد. اگر چنین کار کرد حضرت عمر میگه امزینا، ما سرجاری میکنیم. فقهای اربعه، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام احمد رضوان الله علیه اجمعین، اونا میگه که طلاق ثلاثه به لفظ واحد صحیح است و ثلاثه می شود. این فتوا است. علمای محدثین و جمعی از علمای امروز از جملهش و در علمای گذشته هم جمعی از علمای بسیار بزرگی قبول دادن که از جملهش حضرت عبدالله ابن مسعود، ابن عباس، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، در تابعین حجاج ابن عرق، طاووس و بعضی از اصحاب زواهر. اینا میگن که در جمله علمای دیگر محمد ابن مقاتل، رازی، حنفی، ابن تیمه، ابن قیم، ای علما میگد که هر کسی که در یک لفظ برای خانمش گفت که تو طلاق هستی یا تو طلاق ثلاثه هستی، یک طلاق واقع میشود. ای طلاق های دیگه که گفته ای کلش بی‌معناست، هیچ ارزشی ندارد. چرا ارزش ندارد؟ میگه کتاب خدا خو بر مذاق نیست، کتاب خدا قانون است بر تو روشان داده. خلاف قانون چرا عمل میکنی؟ خلاف قانون که عمل کردی نتیجه نمیگیری. از طرف دیگری به احادیث ثابته از رسول الله صلی الله علیه و سلم او عمل میکند که در اوجا پیغمبر خدا علیه السلام کسی آمد و چنین طلاق به خانمش داده بود، برایش گفت که بدبخت، هرچی در کتاب خداست یک طلاق هستی، دیگرش از طرف خود دادی. این نافذ نمیشد. پیغمبر خدا کسی که چند طلاق رو یک دفعه میداد یک طلاق محسوبش میکرد. در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه سه طلاق یک طلاق محسوب می شود. در اوائل خلافت حضرت عمر رضی الله عنه سه طلاق یک طلاق محسوب می شود. در آخر خلافت حضرت عمر وقتی که برای تأدیب جامعه چنین دستور داد. معنا چی شد؟ حالا اگر جمع بکنیم هر دو نظریات را، نظریت جمع می شود که ارگا کسی
به یک لفظ سه طلاق را برای خانم خود داد. قول حضرت عمر سرش تطبیق میکنم امزیناه، سر جاریش میکنم. جاری کرد معنی چی؟ که دیگه حلاله ملاله نیست، دیگه حلاله نیست. به این قول حضرت عمر باز عمل میکنیم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم صراحتا میفرماید که لعنت الله علی المحلل والمحلل له، نفرین خدا با کسی باشه که حلاله میکنه، زمینه حلاله را مساعد میکنه. چرا؟ ولی سب سه طلاق برش داده، سه طلاق که داده خود دیگه امزه اینا جاریش کد دیگه، سرش جاریش بمینه که دیگه مراجعه کرده نمیتونی. این حلاله را از کجا کشیدین؟ این ناروا است، این حرام است، این در دین جای ندارد. با تمام اشکالات عروسی خلاف است. عروسی را پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که اعلین و نکاح بدو. آیا نکاح حلاله را کسی دول آواز میتا؟ نه. در روژه کسی را خوب نان میتا؟ نه. هیچ کاری نمیکنی. نکاح را اعلان کرده نمیتونی، پوتش میکنی. وقتی که پوتش کردی در حقیقت تو نکاح نکرد. این شکلش. نکاح موقت در اسلام است؟ نه. نکاح موقت در اسلام نیست. نکاح همیشه برای همیشه می باشد. این حلاله خود نکاح موقت است. در کدام کتابی را دیدین که وجود داشته باشد؟ بنابراین در بی‌معنا بودن از این موضوع، در حرام بودن از این موضوع، هیچ جای شک هم وجود ندارد. و حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید کسی که حلاله کرد، ما حد زنا و رجم سر ثابت میکنم. ببینید حضرت عمر میگه کسی که حلاله میکنه ما رجمش میکنم، ما او را حد خدا را سرش نافذ میکنم. با تاسف که چرا چنین کاری میشود. بنابراین یا این کار میکنیم امزیناه سر جاری میکنیم، یا میگردیم برای حل مشکل. پیغمبر ما علیه السلام یک طلاق قبول کرده، حضرت ابوبکر یک طلاق، دعوای حضرت عمر یک طلاق قبول شد. پس به خاطر حل مشکل بگردن یک طلاق محسوبش بکنه، با تجدید نکاح سر نکاح برش بگیرن. این انشاءالله آسان هم است و مشکلی هم نخواهد داشت. این آسان ترین طریقه است. ولی حیلگری ها را در دین نکن، حیلگری در دین نکن که دین خراب میکنه. والله اعلم. موضوع برای تفصیل به علما برگردین که علما در رابطه چی میگن. و تلک حدود الله، همش مرزهای الهی است. تلک حدود الله، نظام خانواده رو قرآن میگه حدود الله. یبینها، ایرا بیان میکنه قوم یعلمون، برای گروهی که میدانند، گروهی که میدانند الله بیانش میکنه. و اذا طلقتم النساء، وقتی که طلاق دادید زنان را، فبلغن اجلهن، و رسیدن با آخرین روز میعاد خود، با آخرین روز عدتش رسید، چی میکنی؟ فامسكوهن بمعروف، پس نگاه دارید آنها را به طرز صحیح، به طرز صحیح نگاهش بکن. او سرحوهن بمعروف، یا رها سازید آنها را به طریقه شایسته و نیکو. ولا تمسكوهن ضرارا، و نگاه ندارید زنان را ضرارا به خاطر زیان رساندن، لتعتدوا، و به خاطر تجاوز کردن بر آنها. زنان را به خاطر زیان رساندن و تجاوز کردن در عقدتان نگاه نکنید. معنا چی شد؟ نمیخوای امروز زندگی بکنی، طلاقش بکن. میخوای امروز زندگی بکنی، تمام حقوق شایسته‌ای که دین برش گفتم تو را باید تسلیم بکنی. و من یفعل ذلک، و هر که چنین کند، هر که چنین کاری بکنه که زن را نگاه میکنه حقوقش را نمیدهد، و هر که چنین کار عروسی میکنه خب به شوهرش خود درست تسلیم نمیکند، به شوهرش ماموریت را میچلاند، فقط ظلم. و من یفعل ذلك فقط ظلم نفسه. هر که چنین کاری بکنه حدود خدا را زیر پای بکنه، در حقیقت با خود ظلم کرده، در حقیقت با خود ظلم کرده. شما چی فکر میکنین؟ هر قدر در بیرون تکلیف ببینین، مانده شوین، زله شوین، مشکل ببینین، ولی والله که یک عروسی خوبی داشته باشین، از پیشتن استقبال بکنه با گرمی، با خوشی، با لطافت و زیبایی، کل ماندگیت از دست میدی، آرام میشی. و با جان از او که در خانه بیایی، از او که در گنده ببوشد، گنده امبارتت بکنه، گنده استقبالت بکنه، بیرون هم سختی دید، در داخل هم سختی دید. پس نمیتونید همیشه تحمل بکنین چون این کار را.
خوبی است که این رقم زن برش بگوی که این رقم مراحل برای تربیت دادم. با تاسف که جور نشوی که نشوی پناهید بخدا. این باید برش بگوی دیگه. از اون مردای نشانی به معنا. تمام روز در جنجال هستن. تمام روز در تکلیف هستن. بازم زن خود طلاق نمیدن. هر روز جنگ. هر روز غال مغال. هر روز کشمکش. چی ضرورت است که سردرد بر خود پیدا کنه؟ سردرد بر خود پیدا کنه؟ درست معامله واضح است. یا این تو بکر یا بونو پناهید بخدا. فقط ظلم نفسه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. نگیرید آیات الله جل جلاله بریش خندی. آیات الله را به استهزا نگیرید. این مزاق نبود. چی رقم؟ ولا تتخذوا آیات الله هزوا متروکا بلا عمل. امیر اشخن زدن به قرآن چیست؟ که تو قرآن فقط متروک بکنی. حکم خدا را در نظر نگیر. وذکروا نعمت الله. یاد بکنی احسان الله را. علیکم برخیش. و ما انزل علیکم من الكتاب و آنچه که الله نازل کرده بر شما من الكتاب از کتاب و الحکمت از علم یعظکم به. الله پند میدهد شما را به آیات. الله پند میدهد شما را به احکام و دساتیر. و اتقوا الله. از الله بترسید. و علمو خوب بدانید ان الله بكل شيء عليم. که الله به هر چیز عالم است. این را خوب بدان که الله به هر چیز عالم است. هر عملی که شما میکن الله به او علم دارد. و اذا طلقتم النساء و هنگامی که طلاق دادید زنان را فبلغن اجلهن و به پایان رسانیدند عدت خود را فلا تعذلوهن پس مانع آنها نشوید ان ینکحن ازواجهن که ازدواج بکنند به همسران سابقشان. قرآن توضیحات مفصل میدهد. مازی خاطر گفتم قرآن مسئله خانواده را بسیار با تفصیل یاد میکند. چرا بیخ و ارزش است؟ این چیزی است که باید محفوظ بوده باشد. باید نگه داشته شود. میبینیم که حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید که مرد خانم خود را طلاق داد و عدت هم سپری شد. بعد از او برادرش گفت که من خواهر خود دیگر نمیمانم که با تو عروسی بکنم. این را برش گفت. وقتی که برش گفت که خواهرم دیگه با تو عروسی کرده نمیتونم. چرا طلاقش دادی؟ که آلی باز میخوای امرایش عروسی بکنی. الله جل جلاله ای آیات را نازل میکنند و حکم میدهد که او مسلمان چنین کار نکن. اگر طلاق صورت گرفته عدتم تیر شده اردویشان فهمیدن که گپ غلط کرده. اردویشان که تعهد بسپارن که زندگی را از سر شروع میکنه و با خوشی شروع میکنه. تو پدر و تو برادر مانی نشون. تو دوستا دیگه مانی نشون. موضوع را از سر بگیرین و این موضوع را ختم بکنید. حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه و ارضاه خواهر خود به نکاح یک مسلمان داده بود. بعد اون مسلمان خواهرش طلاق داد. پسان پس در میان خود جور آمد. اردویش پشیمان بود. وقتی که او خطبه را کرد، خواستگاری کرد، مجددن خواهرش هم دوست داشت که پس به شوهرش برگردد. برادر مانع شد. قرآن کریم جمعه که وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ و هنگامی که طلاق دادید زنان را فبلغن اجلهن و پایان رسانیدن عدت خود را فلا تعذلوهن پس مانع آنها نشوید. عزل مصدر به معنای منع است. خطاب به کی است؟ به اولیا. فلا تعذلوهن پس مانع آنها نشوید ان ینکحن ازواجهن که ازدواج بکنن با همسران سابق خویش. اذا تراضوا بینهم بالمعروف در صورتی که به وجه پسندیده در میان خود راضی شوند. وقتی که در میان خود به وجه پسندیده راضی شدن شما اولیا مداخله بی معنا را نکنید. ذلک یوعد به من کان منکم این دستور است که پند میگیرید پند داده می شود به آن از شما من کسی که ذالک یوعد به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر این دستوری است که پند می گیرد به آن منکم از شما کسی که ایمان دارد به الله جل جلاله و به روز آخرت کسی که به الله و به روز آخرت ایمان دارد پس از این باید پند بگیرد. این آیه که نازل شد فورا حضرت معقل ابن یسار که ما ایمان به خدا هم دارم به روز آخرت هم دارم خواهر جا گفت زود عروسی بکن. صحابه بودن فورا
در محد که قرآن برش تعیین کرده بود از او طرف باز نمی رفتن. ذالکم این دستور از کالکم برای پاکی شماست، از کالکم و اطهر. این دستور در حقیقت دستور است که مؤثر است برای تقویت ایمانتان و اطهر و برای شستن آلودگیتان. این دستور است که از کالکم قوت خانوادگیتان را بلند میبرد و اطهر و پاک کننده است برای چی؟ آنچه که در دل شما از خرابی است. الله این دستورا را که عمل بکن دو فایده میگیرین. از کار به معنای نما بگیرین. این دستورا است که نظام خانوادگی شما را رشد میدهد، قویش میکنه، میبالاند او را. و اطهر و برای شستن آلودگی شماست، آلودگی که در بیانتان کینه و کدورتی که آمد، الله این را بواسطه از این دستورات بلند میکند. والله یعلم، الله خوب میداند. و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. که نمیدانید دستور قبول بکو، نقشه را قبول بکو، برخلاف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نکن. موضوع توضیح شد با تمام جوانبش. طلاق هم یاد گرفتیم که این طلاق هاست و این نتیجهش هست. مهمترین مباحث در امور طلاق یک مسئله عدت بود، یعنی هیچ کس جواز حق ندارد که خانم کس را بدون تیر شدن عدت به نکاح بگیرد، یه حقش نیست. این تعرض بر جامعه اسلامی است، تعرض به نظام اسلامی است. آیا یک حقی که یگان بار به اساس طلاق مورد ضربه قرار میگیرد او طفل است. طفل بیچاره وقتی که خانم طلاق بگیرد تالی تربیت یزی چطور میشود؟ این طفل از کی است و چطور است؟ در رابطه با طفل یگان بار خنده انسان میگیرد. و روز گذاشته با من یک کسی آمده بود که من از شوهرم طلاق میگیرم، ولی شرطش ایست که من مهر نمیگیرم، اون 50 لک روپه را اعلام میکنم، ولی طفل از من است، طفل من میگیرم. شوهرش میگه طفل از من است. من میگم عجیب حساب است، طفل انسان است، از خود حقوق دارد و مشخصات دارد. اون مال نیست که تو سرش دعوا بکنی، مال نیست که او سرش دعوا بکنی. طفل دو حالت داره، شریعت او را تثبیت کرده، نه ما و نه هیچ کسی دیگری درون سخن گفته میتوند. در حالت رضاعتش، در حالت طفولیتش، در حالت کوچکیش، طفل با کی میباشد؟ با مادرش میباشد. مادرش او را سرپرستی میکند. طفل که باز ممیز شد، امرای پدرش میباشد. امرای پدرش هم که واسه من حیث مال نیست، امرای مادرش هم که از من حیث مال نیست، بلکه یک حقوق مشخصه برای خود دارد و از خود شاخصها دارد. ارگا طلاق صورت گرفت، باز چی باید بکنه؟ به اساس طلاق دیگه مادر یا طفل اوسو بندازد؟ نه. والوالدات و مادران یردعن اولادهن، باید کشیر بدهن فرزندان خود را. حولین کاملین، 2 سال پوره، 2 سال پوره باید بر شیر بدهد. 1 سال چند ماه است؟ 12 ماه. 2 سال چقدر می شود؟ 24 ماه. این را باید برش بدهد. جمهور علمای امام شافعی، احمد، ابو یوسف، امام محمد، اینا دوران رضاعه را 2 سال می دانند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با اساس آیه که در سوره مبارکه لقمان است و حمله و فصاله 30 شهر، مدت رضاعت را 3 ماه می داند. 3 ماه چرا می داند؟ میگه می شود که یک طفل در 6 ماهگی تولد شود، در 7 ماهگی تولد شود، بنان او را هم دو حساب می کند. نتیجه سخن در این نیست که اگر یک تعداد فکر میکنه که اگر طفل 2 سال از مادر شیر خورد، بعد از 2 سال اگر 1 روز او طرف می شود، این شیر حرام است برای طفل. این معنی را نمی داند. باز تکرار میکنم، معنای از این گفت این است که حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه، این معنای این را نمیده که 2 سال پوره شیر بدهد. اگر از 2 سال بیشتر شد، بعد مادر گناهکار است و یا دادن شیر حرام. این معنا نمیده، بلکه هدف در اینجا است که تا 2 سال حکم رضاعت ثابت میشود. از 2 سال که او طرف شد حکم رضاعت ثابت نمی شود.
معناش چی معلومه؟ طفل کسی را کمتر از 2 سال بود، کسی دیگری شیر برش داد، خدا کنه یک جوش گرفت، این می طفل از امی زن شیر خورده و به اساس خوردن شیری چی است؟ این فرزند رضایش می شود، او مادر رضایش می شود. و کسی که در این مابین امرای شریک است، خواهر رضایش است یا برادر رضایش است. ارگاه طفل از 2 سال پوره شد، بالا رفت و نزد جمهور علما 2 سال و 1 ماه طرف شد شیر خورد، رضاعت ثابت نمی شود. 3 ماه دوران شیر است، از 3 ماه 31 ماه شد شیر استفاده کرد، رضاعت ثابت نمی شود. خب وقتی که چنین می شود، 2 سال یک مادر برای طفل شیر داد، بعد از او یک دفعه که 2 ماه شد دیگه یک دفعه سرش قطع می کنی و این طفل را از نظر فکری، از نظر روانی زیر ضربه قرار می دی. چون این کار نکن، بلکه آهسته 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 طفل از شیر چی بکن؟ خلاصش بکن. بعد از بالا هم اگر شیر خود تو گناهگار نمیشی، بلکه گناهگار به این خواد بودی که یک دفعه سرش قطع میکن، یک دفعه سرش قطع نکن. خدا کنه که این نکته را فهمیده باشن. پوره لمن اراد، کسی که خواسته باشد، ان یتم رضاعه، که تمام کند مدت شیر دهی را. و علی المولود له رزقهن، و بر پدر است به خاطر فرزندش رزقهن، نفقه مادرش. زن طلاق گرفت، طفل امرایش است، مدت شیردهی 2 سال تعیین شد، کسی که پوره می کند و بر مولود له، بر پدر است رزقهن، مصارف خانم مطلقش. و کسوتهن بالمعروف، و پوشاکش به وجه پسندیده، هم نان برش میده هم لباس برش میده، هر دویش باید برش بدهد. 4 حکم، لا تکلف نفس الا وسعها، لازم نیست بر هیچ کس مگر به قدر توان آن، به هیچ کس لازم نیست. مادرم ظرفیت خود را میبیند، پدرم ظرفیت خود را میبیند، ایتو نکند که زن بگه به طفل شیر میتوم، مرا خالی طلاق دادی، و اگر ماهانه 50,000 افغانی برام ندادی، من طفلت شیر نمیدم. ای تو از ماخون اوگاه رو گیر نکن. ای تو هم نکنه که شوهر بگه که حالی تو خو از بچه مرا مادرش هستی، بخوای نخوای یک چیز خو برش میتی، دلت هم درد میکنه سر بچه ایت، بنان یک لقمه نان هم برد نمیتون و یا چیزی برد میتون که از اون سر 2 گزاریت هم نشود. ای تو هم باید اردویش باید چی نکنه؟ مکلف نباید گردانیده شود به چیزی که او را تحمل کردن نمیتواند. هر دویش عدل و انصاف در نظر بگیرد، او هم متوجه باشد یا متوجه باشد. درست است که طلاق گرفته و اگر به طفل شیر بدهد، این بهتر است نسبت به اینکه شیر خشک بخورد. مادر باید این کار را باید بکند. ایتو نشود که مادر میخواهد با کس دیگری عروسی بکنه و طفل مانع شود، با کس بزرگش درش تحمیل بکنه که حتماً دیگه این طفل شیر بده، او طرف عروسیش است. لا تدار والدتون به ولدها، تکلیف نیابد والدتون، مادر طفل، به ولدها به سبب فرزندش. لا تدار والدتون به ولدها، تکلیف نباید داد مادر را به سبب فرزندی، ولا مولود له به ولده، و نه پدر را به سبب فرزندی، نه پدر را به سبب فرزندش تکلیف برسانیم و نه هم مادر را. و علی الوارث مثل ذلک، و لازم است بر وصی مانند از این حکم، عین شکلش وصی هم عین قاعده را دارد، نباید ضرر ببیند. فان ارادا، پس اگر خواسته باشند فصالا، جدایی طفل خود را مادر و پدرش، انترازن، بعد از رضامندی با یک دیگر، خواسته باشند خوب به اساس مشوره طفل خود را جدا میکند، و تشاورن، و مشورت کردن، فلا جناح علیه ما، نیست برشان گناهی. مادر معذرت خود پیش کرد که من 1 سال بر فرزند شیر دادم، ولی میخوام با کس دیگری عروسی بکنم، لطفا فرزند تا بگی یک کس دیگر برش پیدا کن، شما نیده این نیست، میتونی کار رو بکنی. این شکلش هر مشوره ای که به طفل مناسب بوده باشه از او باید استفاده شود. و این اردتم، و اگر خواسته باشید ای والدین، ان تسترضعوا اولادکم، که دایه گیرید برای فرزندان شیرخورتان، فلا جناح علیکم، گناه بر بالای شما نیست، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف،
چون پورا تسلیم نمودید آنچه که دادنش لازم کردید بالمعروف به وجه پسندیده. وقتی که تسلیم کردی آنچه که شما بر ذمه خود گرفتین که به مادر رضایی من این پول می پردازم، باید او را بپردازیم تا تست درست تربیت بکن. ایتو نشود که کتکس عقد خود قرارداد بکنی ولی مصارفات انتقال ندی، با اساس عدم دادن مصارفاتت باز طفل مورد ستم قرار بگیرد. و اتقوا الله، از خدا بترسید و علمو خوب بدانید ان الله بما تعملون بصیر، که الله با آنچه که میکنین خوب بینا هست. یک موضوعی که جدی است، شریعت اسلامی میگوید که طفل از کی است؟ در حالتی که صغارت، شیرخورگی تا 7 سالگیش که امرای مادر باید باشد، این حقش است و محاکم او را برش تسلیم میکن. ولی معنای از این را نمیدهد که این رابطش با پدرش قطع باشد. بعد از 7 سالگی طفل تعلق به کی میگیرد؟ طفل تعلق میگیره به پدرش. اگر دختر بوده باشد تا وقتی که جوان میشه با مادرش میباشد. خود در این کل موارد مادر باید این را بفهمد که طفل را بر ضد پدرش تربیت نکند. طفل را، دختر را، بچه را بر ضد پدرش تربیت نکند. سپردن مصارفات رضاعت در حقیقت وسیله نگهداشت طفل است و رابطهش است با پدرش. چرا اسلام بعد از او باز میگه که طفل باید به پدرش تسلیم بکنه؟ به خاطر از این که طفل یگان بار به مادرش که سپرده میشود و مادرش عروسی دیگه میکند. عروسی دیگه که کرد، این طفل غیر از مادرش کسی دیگر دوست حقیقی ثابت ندارد. شوهرش این را کلک ششم باره میداند، این شوهر جدیدش. عمه و خاله و برادر، هر کسی که در این فامیل است، به این طفل به یک شخص دور از خود فکر میکنند. بنان آغوش پرمهر ندارد. وقتی که طفل به اساس طفولیتش یک کار را بکند، هر کس را سرزنش میکند. هرگاه مادرش در دفاعش بخیزد، تمام روابط خود را با خانواده شوهر جدیدش و با خود شوهر جدیدش زیر سوال میرود. مادر هم مجبور میشد طفل را زیر چپات قرار خواهد داد و یا برش باید که رزیل آرام شو و تهدیدش خواهد کرد و این تهدید بر ذهن و ذکاوت و روند طفل تأثیرات منفی خود را دارد. هرگاه این طفل در صورتی که تنها با مادرش باشد و شوهر دیگر نکرده باشد، طبیعی که این طفل یک کسی داره که در آغوش میگیرد و دفاعش میکند، مشکلی نخواهد بود. هرگاه مورد تجاوز قرار میگیره و این حالات طفولیت بی‌نهایت دقیق است که طفل مسئول باشد، مورد تهدید نباشد و خواسته هایش که دارد از نظر تربیتی کلش در اختیارش باید قرار بگیرد. هرگاه طفل در اختیار پدر بوده باشد، تنها مادر را از دست داده است. در اینجا پدر همراهش است، مادر کلان همراهش است، کاکا همراهش است، عمه همراهش است، کل فامیل به طفل احترام میگذارد. هر کسی که به طفل دست خود بلند بکنه از چندین طریق مورد و اصلاح بازخواست قرار میگیرد، در حالی که اینی تو یک محل را در خانه مادر ندارد. اسلام از این خاطر طفل را سپرده برای کی؟ برای شوهر، برای پدر. این باید نگهداریش بکنه و از این طریق باید بعد از اینکه کلان میشه مورد تمام حقوقی که الله تعیین کرده باید برش برسد. این معنی از این را نمیده که طفل مال باشد، که کتکی باشد و کتکی نباشد. در حقیقت بستر تربیتی مهم است. هر جا خوبتر تثبیت شد، هر جا خوبتر داده شد، طفل با امون می باشد. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. قرآن کریم بعد از اینکه عدت مطلقه مدخول بهن را برای ما شما تشریح کرد که باید 3 طهر را یا 3 حیض را سپری بکند، بعد با کسی دیگری چی بکنه؟ عروسی بکنه. حالی عدت کسی که شوهرش وفات میکنه عین شکل 3 دانه است، قرآن میگه نه. والذین و کسانی که یتوفون منکم بمیرن از شما
و یدرون ازواجن و بگذار از خود زنان را یتربسن به انفسهن، باید انتظار بکشن به خویشتن 4 اشهر و 10 روز، 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز باید میاد عیدت را سپری بکنن. فاذا بلغن، پس چون رسیدن اجلهن به میعاد خود، 4 ماه و 10 روز را پورا کرد. فلا جناح علیکم، پس نیست بر شما کدام گناهی، فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، در آنچه که کردن در حق خویش بالمعروف به وجه پسندیدن. بعد از 4 ماه و 10 روز آنچه که عمل کرد یک زن بیوه در حق خود، با کسی عروسی بکند، خاطب را بپذیرد، همراه از او در رابطه با آینده زندگی سخن بگوید، با هیچ نوع گناهی نیست. فلا جناح علیکم، نیست بر بالای شما کدام گناهی، فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، در آنچه که کردن یک زن در حق خود. پدر نباید می معنا مداخله بکند، کاکا نباید مداخله بکند، برادر نباید می معنا مداخله بکند. زن از حق دارد که با کس دیگر عروسی بکند، و از شما وقتی که خبر میشن نباید مانع بی معنا را ایجاد بکنید. والله بما تعملون خبیر، والله با آنچه که میکنید با او خوب با خبر است، خوب با خبر است. جمعی از علما میگد که این آیه ناسخ است با آیه متبرکه 240. در اینجا الله جل جلاله ارشاد می‌داره والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، و کسانی از شما که در آستانه مرگ قرار می‌گیرن وصیه لازم کرده شده بر ایشان، وصیت لازواجهم برای زنان خود، متاعا الی الحول به آن که بهره دهند ایشان را 1 سال غیر اخراج، در صورتی که اینا از خانهشان بیرون نبرایند. یکی در علمان که این آیت چیست؟ ناسخ است برای این آیت، در حالی که ناسخ نیست، بلکه ما میتونیم که تعبیر بکنیم به شکلی که انشاءالله در جایش میرسیم. حضرت زینب بنت ام سلمه رضی الله عنها میفرمای که دخلت علی ام حبیبه، مداخل شدم به حضرت ام حبیبه، حین توفع ابو سفیان والدها، انگامی که ابو سفیان رضی الله عنه وفات کرد، ام حبیبه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. با فدعت بطیب فیه سفره، بعد عطر را که در او نوعی از دردی بود او را خواست، فدهنت منه، از او چیزی برای خود زد، بعد از او باز ثم مشت به عزافیرها، باز با مو گیسوهایش کمک مالیدش، ثم قالت، باز گفت والله مالی بطیب من حاجت، قسم است که ما برای عطر کدام حاجتی ندارم، غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر اینکه از پیغمبر خدا علیه السلام شنیدم که فرمود علی المنبر، بر منبر در عام بر صحابه گفته بود که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر، به هیچ زن مسلمان که ایمان به خدا و به آخرت داشته باشد جواز ندارد، ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و 10، که برتر از 3 روز چی بکند؟ سوگواری بکند، مگر زن که 4 ماه و 10 روز چی میکند؟ او سوگواری باید بکند. قرآن هم این گفت را دارد، هر کسی که از ما وفات میکند سوگواری شن روز است؟ 3 روز. از 3 روز بالا سوگواری وجود ندارد، نه بیرقای سوریه وجود دارد، نه کل کابل آدم با لبیک لبیک پر میکند، نه جان زدن وجود دارد، کلش خرافات و بدعت هاست، و خداوند متعال ما شما را از همچه اعمال دور نگاه بکند. این دین است و با دین باید طور عمل شود که خدا و پیغمبر گفته، دیگه سوگواریه وجود نداره. اگر کسی میکند در حقیقت خلاف رسول الله و خلاف حکم خدا عمل میکند. سوگواری 3 روز است بس، از او طرف چیزی وجود ندارد. اگر می بود باور بکنن که احقتر انسانی که به سوگواری لایق از پیغمبر ما نیست صلی الله علیه و سلم. رسول الله وفات کرد، ما باید امور سیاترین روزم باید امور روز می بود، ولی صحابه چون این چیزا به ما نشان ندادن.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضاه بعد از رسول الله بزرگترین انسان، او وفات میکنه در روزی که پیغمبر وفات کرده. باید سوگواری میگرفتیم یا نمیگرفتیم؟ ایرم نگرفتیم. از حضرت عمر رضی الله عنه وفات کرد، بیش از 12 سال در خدمت ما و شما با جان و خون و تبید و چه خدمات به اسلام کرد. او هم از دین را رحلت میکنه، بازم سوگواری کسی کرد؟ حضرت عثمان شهید میشه، حضرت ابوبکر، حضرت علی کرم الله وجهو. اما تو پایین بیاین تا کجام بنان در دین از خود بدعت گذاری نباید بکنیم، تسلیم شویم بر رضای الله جل جلاله آنچه که الله گفته. اگر ما اجازه بتیم به سوگواری ها، یک روز ما خوشی نخواد داشتیم، یک روز هم خوشی نخواد داشتیم، زیرا هر روز یک نفر دیگه وفات میکنه، ما دیگه سیاه بپوشیم، ما دیگه بیرقا را بزنیم، ما بالا بریم پایین بریم، چی گپ است که فلانه مرده؟ استغفر الله، کارای خلاف دین است، خلاف منطق دین است. اسلام با ما چنین کار را اجازه نمیده. با تاسف کاری که دین نمیگوید ولی ما میکنیم. واسه خرافاتی بوده باشه یا رب العالمین، خرافاتی که در دین جای ندارد. پس اگه چوبه بگی دستکه گرده گردش تکره دور بده کشکو بالا ببر پایین ببر، چیزی که دین نباشد. استغفر الله. از این خاطر به هیچ کس، به هیچ مسلمان جواز ندارد. قرآن تصریح میکنه و خلاف قرآن نباید برید. والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که میکنه خوب با خبر است. ولا جناح علیکم، نیست گناهی بر شما، فی ما عرضتم به من خطبت النساء، در سخنی که کنایت کردید به آن، من خطبت النساء، از خواستگاری زنان در ایام عیادت. یک زن در ایام عیادتش است، در ایام عیدتش است، یک نفر به طور کنایه برش میگوید که ما میخوایم که با یک کسی عروسی بکنیم که دارای چنین صفات باشه، و اون صفات در زن باشد، به شکلی برش بفهماند که برای تو یک خواستگاری است، مستقیم برش مطرح نمیکنه، شگفی نیست، میتونی رو مطرح بکنی. او اکننتم فی انفسکم، یا پنهان داشتی آن را در سینه خودت، در سینه پوتش بکنیش نگویی، به این فکر نکنی که ولی بسیار کار بد شد، فلان نفر وفات کرد، مفارم به این فکر رسیدم، خدا گناهگار محسوب بکنی. نه، گفی نیست. این دنیا هر کسی یکی میارد یکی میرود، گفی نیست، کلی که خدا این دنیا نمیپاید. علم الله، خداوند متعال میدان، انکم ستذکرونهن، که شما یاد خواهید کرد این زنان را. امید نقطه را به تصریح ایره برش یاد بکنی که من میخوام با تو عروسی بکنم. ولکن لا تواعدوهن، ولکن وعده پت برشان ندهید. ولکن لا تواعدوهن سرن، پت روابط کت جور نکو، این کار نکو، این ناروا هست. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگری که برشان بگوید سخن معروف، که همانا چی هست؟ کنایه است. صراحتن کلمه را ذکر نکو، پت روابط جور نکو، این کار صحیح نیست، ولی به طور کنایه میتونی موضوع را مطرح بکنی. ولا تعزموا عقدة النكاح، قصد نکنی عقد نکاح را، حتی یبلغ الکتاب اجله، تا ای که برسد عدت به میعادش. قصد نکنید نکاح را، نکاح را بسته نکنید تا که اما عقد نکاح به میعاد خود نرسیده باشه. یعنی اگر کردی، در حقیقت تو نظام اسلامی را زیر سوال قرار میدی. آنچه که الله جل جلاله دین به حفظ از او رایی کرده که نگه داشتن نسب است، در حقیقت تو مورد تعرضت قرار میدی. و علم و خوب بدانید، ان الله یعلم، و الله میداند، ما فی انفسکم، آنچه که در سینه هایتان است، فاحذروه، پس از مخالفت آن دست بردارید. و علم و خوب بدانید، ان الله غفور حلیم، که الله بخشاینده است، حلیم بردبار است. یگان باز غلطی است پیشت میشود، الله بردبار است، الله غفور است. لا جناح علیکم، نیز گناه علیکم بر شما، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دادید زنان را، مالم تمسوهن نه، در آن وقت که هنوز دست نزده باشید به سویشان، او تفریدو لهن نفریده، یا برشان تعیین نکرده باشید فریدتن مهری را، و متیعوهن نه، پس بهرمند کنید ایشان را، علی الموسعی، بر توانگر لازم است قدر او به اندازه توانش، علی الموسعی لازم است
با آنانی که توان دارند، قدره مقدار حال او، و علی المقتیر قدره و بر تنگ دست مقدار حال او. در اینجا خو ما طلاق هم فهمیدیم، عیدت را هم فهمیدیم، این حکم را گرفتیم. زن که امرایش همبستری صورت گرفته باشد، تمام مهر را چی میکند؟ صاحب میشود. اگر زن میخواست که طلاق بدهد شوهر خود را، خلع است، پس مال باید مسترد بکند. آلی یک کسی را طلاق داده باشد در حالی که با او همبستری صورت نگرفته، صرف نکاح شده، بعد از با طلاقش میده، ای از خود چی دارد؟ دو حالت دارد. یکان بار مال مهر تعیین می باشد، یکان بار مهر تعیین نشده باشد. ارگاه مهر تعیین نشده باشد، خلوت هم صورت نگرفته باشد، حکمش چیز؟ و هرگاه مهر تعیین شده باشد و خلوت صورت نگرفته باشد، حکمش چیز؟ الله می فرماید که لا جناح، نیست گناهی، علیکم بر شما، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دادی زنان را، ما لم تمسوهن، در آن وقت که هنوز دست نرسانده بودید به سوی ایشان، طلاق دادی پیش از اینکه او را در خانه بیاری، او تفرضوا لهن فریضه، و از طرف دیگری برش مقرر نکرده باشید مهرشان را، در این صورت و متعوهن، پس مقدار بهره دهید ایشان را، بهرمندشان بکنید. ای بهرمندی چیست؟ علی الموسیع قدره، لازم است بر توانمند به اندازه حالی از او، و علی المقتیر قدره و بر تنگ دست به اندازه حال او. متاعا، بهره دادن است بالمعروف به وجه پسندیده، حقا علی المحسنین، لازم است بر آنانی که نیکوکارند، لازم است به نیکوکاران. زن را طلاق میدی پیش از اینکه در خانه بیاری، احترام به شخصیتت بگذار، هر قدر توان داشتی یک چیزی را جور میکنی، از کالا، از لباس، از چادر، از بود، از او که بالاتر توان مندی داشتی، هر چی که داشتی این را به شکل بسیار زیبای در خانش مفرستی، به این سرچپه کار نمیکنی که از پیش پس بگیری، بلکه چیز دیگر را مفرستی و برشمه که با تمام احترامی که به شما داره، من میفهم که نمیتونم با تو زندگی بکنم، نمیتونم، وقتی که نمیتون بهتر که طلاق میدون، خوبتری است که عالی روابط خود را قطع بکنیم، احترام بگذار، نام نگذار، چرا متعمیتی؟ چرا اونها را بهرمند میسازی؟ به خاطر که احترام به شخصیتت بگذاری و از این که نامها سرش بانی از این دوری بگی، به این شکل باید بکنی. هر کس به اندازه توانش، چقدر که توان داری کار را باید بکنی، توانمند به اندازه توانش، فقیر به اندازه فقرش. اصل هدف از متع چیست؟ در حقیقت یک مرهم گذاشتن است بر دل زخمی امو دختری که در خانه است، در حقیقت او هدف است. اینی کار تو باید بکنی، نوعی از احسان است که یک انسان مسلمان در نظر باید داشته باشد. و این طلاق تو موهنه، اگر طلاق دادی زنان را، من قبل ان تمسوهنه، پس از آن که پیش از آن که دست رسانید به ایشان، و قد فرضتم لهن فریضه، ولی مهر را برشان تعیین کرده بودید، فنصف ما فرضتم، پس لازم است نیمی آنچه که معین کردید. با دختر عروسی صورت گرفت، نکاح شد، ولی مهرش تعیین نبود، برش چی میتی؟ متاع، به اندازه توان. عروسی صورت گرفت ولی دختر در خانه نیامده، همبستری صورت نگرفته، ولی مهر تعیین است، باز طلاقش که میتی؟ فنصف ما فرضتم، پس لازم است نیمی آنچه که او را تعیین کردیم، الا ان یعفونا، مگر آن که ببخشن زنان ببخشن که تیر مرز این مالت، این مهرت هم نمیگرم، او یعفو والذی بیده عقده النکاح، یا ببخشد در گذرد او کسی که در اختیار از او چیز عقد نکاح، پدرش بگوید، برادرش بگوید که از این مهرتان هم تیر. و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر شما عفو بکنین ای بهتر است از نظر امو دینی، خیر است که مهر تعیین شده، از این کلک اوگار نگی، اگر مهر را ببخشینی بر شما بهتر است، ولی از طرف دیگری بر شوهر ختم، ولا تنسوا الفضل بینکم، و فراموش نکن احسان کردن را در میان خودتان،
احسان فراموش نه، او که مهر بخشید تو احسان باید فراموش نکنی، چیزی را به های سمت باید بفرستی و روابط خوبی را امرای خانواده حفظ بکن. ان الله بما تعملون بصير، یقین الله با آنچه که میکنید خوب بینا هست. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين و صل اللهم صل و سلم و بارك على محمد و على آله و صحبه اجمعين.